سلام، دانشجو کارشناسی علوم فرهنگی. سال 1392 ازدواج کردم و در سال 1395 به جدایی ختم شد. من جدا شدم چون دوستش نداشتم، علاقه نداشتم بهشون و علتهاش هم ازدواج اجباری من به اجبار خانواده بود و اینکه ایشون استقلال فکری نداشتن، ثبات فکری نداشتن، تابع خانواده بودن فقط. و یه مسئله مهمی که باعث جدایی بنده شد این بود که ایشون علاوه بر اینکه تبعشون سرد بود، کاملا تو مسئله زناشویی سرد بوده. چون خانم ها علاوه بر اینکه دوستن محبت زیادی بهشون داده بشه و اینکه از لحاظ فکری و از لحاظ جنسی هم کاملا باید راضی باشن، چون مسئله مهمی زندگی هستش، نمیشه که فقط برای آقایون مهم باشه. ولی خب این فرهنگ تو جامعه هستش که فقط بر آقایون مهمه، ولی اصلا این دیدگاه مناسب نیست. بله، راه نیست زیاده. اینکه یکی از راهاش خب میتونه قبل از اینکه بحث خواستگاه پیش بیاد مطالعه داشته باشن تو این زمینه و سوال کردن، و اینکه از طرف مقابلشون خیلی راحت و بدون هیچ ابهامی سوال کنن. واقعا اگر بخواد نگاه بد داشته باشه میتونه بله بد فکر کنه، ولی نه، اصلا همچی چیزی نباید باشه. چون یه مسئله ازدواج مسئله مهمه زندگیه و باید تو ریسترین مسائلی که میخوام با هم بعدن داشته باشن با هم مباحثه کنن، از هم سوال کنن. مشاوره به عنوان یه واسطه‌گر عمل میکنه و یه واسطه‌گر تا نیمی میتونه راهو درست بره و پیش ببره، ولی مسئله مهم اینه که دو نفر با همدیگه بیان کنن و از همدیگه بپرسن. چون تو مسئله که گفتگو باشه و همدیگه رو تو بس شناخت وقتی دارن با هم صحبت میکنن، تو این مسئله راحت میتونن با همدیگه کنار بیان و از همدیگه سوال کنن. به نظر من بله، من بهشون بارها گفتم و ایشون متاسفانه از همه اول زندگی من متوجه شدم طبعشون کاملا سرده. و اینکه خیلی ها میگن که پیش پزشک مراجعه کن یا طب سنتی. الان چیزی که رواج داره تو جامعه بر طب سنتی هستش که خیلی از مشاوره ها این رو بیان میکنن، ولی به نظر من طب سنتی رو همه جواب نمیده و این باید از اول مشخص بشه. اگر مردی یا خانومی طبعشون سرد هستش، به هر نحوی باید واقعا با کسی زندگی کنن که مثل خودشون هست و طبها عوض نمیشه. حتی اگر هم تعامل باشه، حتی اگر با دارو باشه، با طب سنتی، با هر چیزی میخواد، تا یه مدتی هستش، بعد این مدت دوباره برمیگرده. میشه سوال پرسید که شما تعاملتون چجوریه تو اجتماع؟ از همین جا هم میشه متوجه شد، چون خیلی ها که تو بحث مسائل جنسی سند هستن، تو بحث مسائل اولیه زندگی و ارتباط گرفتنشون با افراد مختلف هم سردن. تو کارهاشون کسی که مثلا میبینید جنب و جوش داره، کسی که میتونید متوجه میشید که مثلا دوست داره، هی علاقه به ورزش کردن داره، به سفر داره، علاقه داره کارهاش خودش انجام بده، این آدم واقعا طبعش گرم مشخصه. میتونن برن سراغ مسائل خصوصی تر و واقعا ازشون بپرسن از نظر شما یه رابطه جنسی ایدئال چجوریه؟ اصلا رابطه جنسی چجوری باید باشه؟ به نظر شما یه خورده بازترش کنم، چه مسائلی تو بحث جنسی شما دوست دارید؟ علاقتون چیه؟ ببینید وقتی یه مردی یا یه خانم میاد از اون چیزی که تو ذهنش علایقش میگه و با شدت تعریف میکنه و اینکه میخواد اون کارها حتما تو زندگیش انجام بشه، تو بحث روابط همسر واقعا معلومه. خب یه طب شما اگر ارتباطم با ایشون بگیرید، مسلما همون افکار پیاده میکنن، همون افکار دارن. ببین اون داره نسبت به همسر خودش میگه، میخواد وقتی میخواد ازدواج کنه نسبت به روابطی که با همسرش میخواد داشته باشه، نه با بقیه، با دیگران که نمیخواد داشته باشه. موردی هست 10 سال زندگی میکنن ولی واقعا زندگی خوبی دارن، خوب از نظر همه مسائل. ما نمیتونیم بگیم خوب فقط از نظر مالی، خوب از نظر عاطفی، خوب از نظر همه و مخصوصا مسئله جنسی. چون من خودم اگر که این مسئله برای من خیلی مهم بود، اگر همچین مسئله تو زندگی من بود و جبران میشد، شاید اصلا به فکر جدایی نمیافتادم. این تفکر اشتباه هستش که خیلی ها میگن اول زندگی اهمیتی نداره، مهم اینه که بعدها. نه، اتفاقا اوایل زندگی اهمیت داره.
یه رابطه زناشویی خوب باعث میشه که زندگی ولو به اینکه بحث و جدل و دعوا هم باشه اون زندگی دعواش بیشتر باشه، چون اینا از لحاظ روحی و عاطفی همدیگر راضی نگه میدارن. خیر، ما از همون ابتدا رابطه زناشویی خوبی نداشت. اینکه همیشه بحث بود سر این موضوع، جدل بود، دعوا بود و ایشون اصلا تمایلی نداشتن و من همیشه درگیر بودم و این مسئله منو خیلی اذیت میکرد و ایشون از این موضوع سوء استفاده میکردن. یعنی که چون میدونستن من نیازم و علاقه زیادی به این موضوع دارم، ایشون از این قضیه سوء استفاده میکردن و به خاطر که من رو تنبیه کنن تن به این مسئله نمیدادن. شاید خیلی ها بگن پیش با افتاد است، ولی خیلی مسئله مهم زندگیه. من نمیدونم چرا انقدر راحت ازش میگذرن. توی مسئله خواستگار از همه چیز صحبت میشه غیر از این. یکی از مشکلات خانمای مطلقه این هستش که جامعه پذیرش نداره و خیلی از خانمها به خاطر این مسئله ترس از طرد شدن طلاق نمیگیرند، چون طلاق تو جامعه ما پذیرفتنی نیست. اینکه خانواده ها قبول دارن که هر فردی ازدواج میکنه باید به هر نحوی شده تحمل کنه. یکی از مشکلاتی که دارن مسائل حل نشده باقی مونده از قبل هستش، مسئله عاطفیشون، مسئله ذهنی و ترس از اینکه موردهای بعد هم همین مشکلات رو داشته میشن. اینکه اون خانم قبلا اینکه بهش با اون مسئله زناشویی رو باش انجام داده و مرتا اینو قبول نمیکنن. چرا؟ و حسادت دارن چون با اون فرد مسائل خصوصی داشته، پس این خانم دست خورده است و من دوست ندارم با ایشون ازدواج کنم. مسئله بود که بر خودم پیش اومده و بارها به خودم گفتن شما قبلا با ایشون ارتباط نزدیک داشتید، پس به درد ازدواج نمیخورید. بله، به من راحت گفتن که شما دست خورده اید. اینکه خانواده طرد میکنن، سرزنش میکنن، دوست طرد میکنه، افراد که باشون در ارتباط هستی و یکی از مسائل مهمی که نمیتونی اصلا تو جامعه وارد بشی و نمیتونی با خانم، با دوستات، حتی با دوستان متأهلت ارتباط بگیری، چون همیشه دائم بهت شک میکنن همه. ببینید، معمولا این نگاه هستش که آقایون میگن که خانومی که جدا شده به درد زندگی مجدد نمیخوره، ازدواج مجدد نباید انجام بده. چرا؟ چون یکی مسئله عاطفیشه که باعث میشه زندگی نتونه جبران کنه تو زندگی جدید و اینکه شاید مثلا دوباره این اتفاق بیفته، ولی این اشتباهه. این نکته رو بگم، خانومی که یک بار شکست میخوره تو زندگیش اتفاقا قدر زندگی رو بهتر میدونه و تجربیاتی که برای زندگی بعدی خواهد داشت بیشتره و اون افکاری که قبلا داشت رو میذاره کنار و با فرد جدید مثل خودش رفتار میکنه و خیلی رفتارهای خوب، اصلا رفتار قبلی رو کلا فراموش میکنه، مشکلات قبلی فراموش میشه. فقط در نکتهش اینه که در صورت این منجر میشه این زندگی و این نگاه خوب، رفتار خوب، که همسرش باهاش درست رفتار کنه. مقایسه کردن خیلی ها تو امر ازدواج، تو بحث وقتی که ازدواج ما تو بحث زناشوییشون هم مقایسه میکنن. من خواستگاری داشتم که ایشون یک سال بود جدا شده بودن و بعد یک سال میخواستن ازدواج مجدد کنن. من رو به ایشون معرفی کردم، ایشون فقط عکس من رو دیدن، اصلا نیومدن با من صحبت کنن. خیلی جالبه وقتی عکس رو دیدن چی بگن خوبه. گفتن که نه، زیبایی ایشون به زیبایی همسن سابقم نیست. بعدش میدونین چیه؟ اینکه به یه خانم پاک دامن این حرفو بزنن خیلی بده، خیلی بده، خیلی. یکی که به خاطر خدا بگه من از خیلی چیزها رو نگاه نمی کنم و خیلی چیزها رو نمیارم و تو بخوای به خاطر اینکه در آینده همسر خوبی داشته باشی تلاش کنی برای این قضیه و این حرف رو بشنوی، خیلی سخته، خیلی سخته.
برای کسی که اصلا تو زندگیش دوست سالم زندگی کنه. نمیدونم، ما تو جامعهمون آقایون از همه لحاظ راحتن، اگر ازدواج کنن جدا بشن اصلا یه چیز عادیه براشون، ولی برای خانوما نه. هیچ مرد خیلی کم پیش میاد برن سراغ خانم مطلقه، اولویتشون هم به خانم مجرده، در صورتی که ما تو جامعه زندگی میکنیم الان همه با هم ارتباط میگیرن، شاید ارتباط نزدیک نباشه ولی ارتباط سطحی هست. بعدیش اینه که ارتباط آقای مشخص نمیشه ولی خانم ها مشخص میشه. به قدری بده که خود من گاهی اوقات میگفتم کاش شناسنامه‌ام سفید بود، که اصلا نمیگفتم، بیان نمیکردم قبلا ازدواجی داشتم. به قدری اذیت کننده شد برای من که من میگفتم که گاهی اوقات میگفتم کاش یک مسئله بود که مثلا اینو بیان نمیکردم، مثلا انگار تو زندگی من چه چیزی نبود. خیلی وقتا شده که آقایون پیشنهادهای خیلی بدی میدن، در واقع اصلا انقدر گاهی اوقات انقدر پیشنهاد زیاده اصلا خیلی حس بدی به آدم دست میده که چرا تو جامعه ما یه خانم مطلقه باید بازیچه دست دیگران بشه. یعنی نگاه همه به یه خانمی که طلاق میگیره نگاه صرفا فقط جنسیه، یعنی هیچ کس نمیتونه نگاه زناشویی داشته باشه، نگاه زندگی بهش داشته باشه. این آدم یه باشه که از خوده، ایرادی نداره، میتونه دوباره زندگی خوب داشته باشه، من باش تجربه کنم، چرا من از تجربیاتش استفاده نکنم؟ چرا کسی به این فکر نمی کنه که من با این آدم میتونم خوشبخت‌تر بشم؟ چون خانمایی که جدا میشن در واقع قانع هستن به مسائل، مخصوصا مسائل مشکلات مالی، بیشتر از لحاظ عاطفی دوستان جبران بشه براشون، بیشتر دوستان خسارت هایی که تو بحث عاطفی تو بحث جنسی گاهن براشون قبلا پیش اومده اونو جبران شه، و این اگر اینها جبران شه زندگی خیلی خوبی خواهند داشت، مسلما فرد مقابل خوشبخت میکنن. یکی از مشکلاتی که خانم مطلقه تو جامعه ما دارن متاسفانه پیدا نکردن شغل مناسب، و اینکه بعضن ارگان‌ها و سازمان‌ها خانم‌هایی که جدا شدن رو قبول نمی‌کنن و خانم مطلقه مجبورند سراغ شرکت‌های خصوصی برن، و زمانی که وارد اون شرکت‌ها میشن آزار و اذیت‌ها شروع میشه، سوء استفاده‌های گاهن رفتاری، نگاه بد جنسی خیلی موقع شد. بارها به خودم، من خودم خیلی جا رفتم کار کنم و شاغل بشم ولی چون اذیتم کردن نرفتم. مثلا اینکه میگن خب شما که حالا همچین مشکلی پیش اومده نیاز ندارید، میخواید نیازتون رو من جبران کنم؟ و مشکلی که الان تو جامعه ما هستش ارضا نشدن از لحاظ عاطفی و مالی خانمه که جدا شدن، و این نیازه باعث شده که شاید خیلی به همین سمت ها بینن و رو بیارن، ولی نه به دلخواه خودشون، مجبور میشن. خانومی که شکست میخورد تو زندگیش اگر مسئله ازدواجش حل نشه، مسئله زندگیش حل نشه، آسیب زیادی به جامعه میزنه. آقایون مذهبی ما سراغ خانمای مطلقه نمیرن، و گاهی اوقات مثلا بعد از ازدواج خانم مذهبی رو انتخاب نمیکنن. مردهایی که مذهبی نیستن، آقایونی که مذهبی نیستن خیلی راحت که نمیان با این قضیه، مثلا منشون مهم نیست، خب خیلی راحت میگن باشه یه ازدواجی بوده اشکال نداره، الان دیگه نیستش، به آیندت فکر کن، انرژی هم میدن به طرف مقابلشون. گاهی خوشو شاید شخص خودش میپذیره، خانوادش نمیپذیره، و من میگم چه اشکال داره اصلا گفته نشه. اگر خود فرد اون آقا بدونه کافیه، نیاز نیست به خانوادش بگه. خیلی ها هستن به خانوادهشون نمیگن، بعدن خانواده متوجه بشن خانواده ایرادی نمیگیره دیگه. حال من اصلا خوب نیست چون هرچی تلاش کردم به بن‌بست رسیدم، هرچی تلاش کردم سالم زندگی کنم به بن‌بست رسیدم، هرچی تلاش کردم اون آراستگی زنانگی رو داشته باشم به بن‌بست رسیدم. انگار زمان داره و آدم ها دارن مجبورت میکنن تا این راه خلافی رو بدی. گاهی اوقات دیدید میگن خدا درستش میکنه، خدا درست میکنه واقعا، خدا درستش کرده،
گاهی اوقات اگر زندگی به مشکل میخوره جدا میشید، خاص خدا بوده واقعا. حال خودم خسته شدم، برای تلاش کردن خسته شدم، برای اینکه اصلا نمیدونم تو جامعه چی کارم، واقعا نمیدونم. ببین خیلی سخته هم به عنوان یه زن باشی تو جامعه، هم به عنوان یه مرد، چون باید کار کنی، مسئله مالی تو درست کنی و مسئله عاطفیت بی پاسخ میمونه، مسئله جنسیت بی پاسخ میمونه، افسردگی میاد سراغت، حس خودکشی میاد سراغت، رفتارهای اشتباه دیگران منجر به این میشه که یه حس اضافی بودن داری، نه فقط تو زندگی، نه فقط تو خانواده، بین دوستان، تو جامعه حس اضافی بودن میکنی. زمانی که یه خانوم با یه آقایی که تمایل بهش نداره و علاقه بهش نداره ازدواج میکنه و زندگی میکنه و این سرد بودن دو طرف باعث میشه به دیگران تمایل پیدا کنه و این تمایل چرا به وجود میاد؟ یه دلیلش به خاطر طرد شدن و ترس از اینکه جامعه نمیپذیره تمایل پیش میاد و ارتباط میگیره. اینکه همسر دوم شخصی باشم نمیدونم، جوابی براش نداشتم. فشاری که میاد شاید گاهی اوقات تمایل نشه باشه ولی مجبور باشه قبول کنه، فقط به خاطر اون حمایت ها. اصلا میدونید یه مسئله چیه بهتون بگم؟ یه مسئله هست، گاهی اوقات اصلا به خوب بودن یا بد بودن یه مسئله فکر نمی کنید، فقط میخواید یه چیزی باشه، یه کسی باشه حمایتت کنه، محبت کنه، از دورم باشه. خانم های اخلاق به صدایی که دارن، اگر مردی باشه از دور هم بهش محبت کنه قبول میکنه.